خانم رقیه رضایی عضو تحریریه ایران وایر همراه ما هستن. خانم رضایی متشکرم از حضورتون در برنامه. آنچه که بسیار متاسف کننده است اینکه در این آمار این افزایش 36% در بازه زمانی رخ داده که بیشترین فشار حداکثری در خصوص مسائل حقوق بشری بر جمهوری اسلامی بوده. چطور ارزیابی می‌کنید شما اینکه به رغم این فشارها این آمار نه تنها روند ثابت بلکه جنبه افزایشی داشته؟ چه عاملی این جسارت جمهوری اسلامی رو متاثر می‌کنه؟ حقیقتش من فکر می‌کنم که بیشتر از هر چیزی اون شرایط بحرانی که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته درش وجود داشته، حضور داشته و در واقع این تهدید هر روزه‌ای که باهاش مواجه بوده برای بقاش، برای بود و نبودش و برای اینکه بتونه خودش رو نگه داره باعث شده که شرایط رو به سمتی ببره که علارغم این فشارهای بین المللی، علارغم اینکه هر روز و هر روز فشارها روش بیشتر شده، سازمانهای مختلفی از جمله در واقع سازمانهایی که درون شورای حقوق بشر سازمان ملل در واقع عملکرد مثبتی داشتن بهش فشار آوردن، نتونستن در واقع این وضعیت رو تعدیلش بکنن. در کنار این در واقع نکته‌ای که به نظر من میرسه این هست که جمهوری اسلامی همونطور که به درستی در گزارش سازمان حقوق بشر ایران اومده از اعدام به مثابه روشی برای هراس افکنی، برای سرکوب جامعه و برای کنترل اعتراضات استفاده کرده. اعدام به خودی خود یعنی اگر که شما بیاید تاریخچه اعدام رو بررسی کنید، کشورهایی که هنوز حکم اعدام رو در واقع پیاده میکنن رو بررسی کنید، میبینید که یکی از کارکردهای اصلی حکم اعدام و اجرای اون این هست که در واقع دولت‌ها از طریق اون هراس افکنی میکنن در جامعهشون. ولی جمهوری اسلامی این رو وارد یک فاز جدیدی کرده، یعنی اگر که در کنار بقیه روش‌های سرکوب بذارید، در کنار پروسه‌ای که احکام اعدام رو صادر کرده، به خصوص در مورد 7 معترضی که در یک سال گذشته اعدامشون کرده، میبینید که ازش در واقع داره به یک روش کاملا قرون وسطایی، کاملا پیشامدرن استفاده میکنه. مثلا من مثال میذارم خدمتون در مورد آقای محسن شکاری. ایشون از در واقع از اطلاعاتی که از طریق از هممندانش بیرون اومد، ایشون حتی تا لحظه ای که برای اعدام بردنش هم باور نداشته که اعدامش بکنن، بابت اینکه کاری نکرده بوده. ایمون گفته که نهایتا من یک خراش روی دست یه نیروی سرکوبگر ایجاد کردم. یا در مورد مثلا آقای مجید رضا رهنورد، 23 روز طول کشید از زمان بازداشتش تا زمانی که اعدامش کردن. در هیچ کجای دنیا من فکر میکنم که حتی در تاریخ بسیار قدیم ایران هم، یعنی ما نداشتیم که توی بازه کوتاهی این چنین در واقع این کار رو انجام بدن. حقیقتش من رو یاد نظام‌های سلطانی میاندازه که یک سلطان تصمیم میگرفته و همون روز سر معترضی رو یا کسی که قیام کرده بوده رو میزدن. یعنی فقط در واقع میشه مقایسش کرد با اون سیستم، نه با سیستم‌های مدرنی که امروزه در دنیا وجود دارن. اما اگر که بخوام برگردم بذار، یک مسئله که وجود داره در بخشی از خبر هم داشتیم، این که میزان و آمار اعدام ها حتی در خصوص مسائل مربوط به مواد مخدر هم بیش از 90% افزایش داشته. من رو اصلاح کنید اگر اشتباه میکنم. به نظر میرسه حتی اعدام هایی که در قالب غیر سیاسی و در قالب حقوقی به نوعی صورت میگیرن، حتی این اعدام ها هم سیاسی هستن. چرا؟ چون به طور مشخص گفته میشه در بخش مواد مخدر این اعدام ها هیچ تأثیری در میزان قاچاق مواد مخدر نداشتن. با این حال این روند افزایشی، این مسئله رو چطور میبینید؟ کاملا درسته موضوعی که شما میفرمایید. ببینید در نظام های توتالیتر هیچ چیزی غیر سیاسی نیست. عموما به این صورته که دولت ها برای بقای خودشون از همه روش هایی که موجود، از همه روش هایی که در دست دارن استفاده میکنن و اعدام متاسفانه یکی از خشن ترین و یکی از غیر انسانی ترین اون روش هاست. در مورد مواد مخدر خدمتتون مثال میزنم، بیشترین میزان اعدام در واقع مربوط به مواد مخدر مربوط به اقلیت اتنیکی
بلوچ ایران هست که ما میدونیم که در فقر مطلق هستن. در یک سال گذشته به خصوص اعتراضشون هر جمعه ادامه داشته و در واقع یکی از اقلیت‌های اتنیکی ایران بودن که بسیار پافشاری کردن بر خواسته‌های بر حق خودشون و برای عدالت اجتماعی این کار را انجام دادن. منتها ما میبینیم که با در واقع دور زدن قانون، با قلب واقعیت، با در واقع آزاد گذاشتن دست کسانی که واقعا قاچاقچی مواد مخدر هستن و در کنارش اعدام کسانی که ممکنه از روی نیاز واقعا روی آورده باشن به خرده فروشی مواد مخدر، این کار رو انجام میدن با مردم و سعی میکنن ازش به عنوان یک حربه‌ای برای ساکت کردن جامعه، برای ترسوندن جامعه استفاده بکنن که متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که حداقل هر روز دو نفر رو، نزدیک به دو نفر رو، 1.9 نفر رو در واقع اعدام کردن. بسیار آمار وحشتناکی از این جهت که توی این یک سال گذشته تو سوال اولتون خودتون هم اشاره کردید، فشارهای بسیاری بوده بر ایران برای اینکه این احکام رو تعدیل بکنه ولی کو گوش شنوا. دقیقا چرا فکر میکنید مشکل کجاست؟ به رغم همین فشارها که شما اشاره کردین در مجامع حقوق بشری، در سازمان ملل و نهادهای مرتبط صحبتهای بسیاری شد، صحبت از کمیته حقیقت یا و مسائلی که عملا فراتر از تهدید کلامی هست، چرا تاثیرگذار نبوده؟ ببینید ساختار، تا جایی که من میدونم در واقع ساختار حقوقی بین الملل خیلی اجازه نمیده به اینکه نهادهای بین المللی در واقع در مسائل داخلی کشورها دخالت کنن. فقط میتونن از طریق قطعنامه، از طریق در واقع فشار رسانه‌ای یک مقداری فضا رو تعدیل بکنن. مشکل اصلی ما حکومتی است که در خیابان، در زندان، در آسمان، هر جایی که دستش برسه به مردمی که بر اون خاک و بر منابعش در واقع حق دارن به واسطه اینکه چندین هزار سال الان ما میدونیم که تاریخ داریم، بر اونها گلوله میبنده، نابودشون میکنه و حق حیات رو ازشون میگیره به عنوان یک حق انسانی. مشکل اصلی ما این حکومته و من فکر میکنم که عمیقا به این باور دارم که امروز جمهوری اسلامی در شرایطی وجود داره که اگر نکشه، یعنی خودش این شرایط رو ایجاد کرده، اگر نکشه راه برگشتی براش وجود نداره، همونطور که در طرف مقابل هم راه برگشتی وجود نداره. مردم هم به درستی فهمیدن که اگر میخوان در یک جامعه دموکراتیک، در یک جامعه آزاد، در جامعه‌ای که برای شأن انسانی، برای زندگی انسانی و برای حیات اونها به مثابه انسان ارزش قائل باشه، این حکومت نباید وجود داشته باشه. متشکرم از شما.